سلام. خیلی خوشحالم از اینکه اینجا و امیدوارم که حالم خوب باشه. من یکم برای سخته که فقط توی همین محدوده حرکت کنم، ولی خب تمرین میکنم. اولی تشکر میخوام بکنم از تیم اجرایی باسواد، قدرتمند، مؤدب. امیدوارم که همینطوری پیش برن و کارهای بزرگتر انجام بدن. از این دانشگاه شروع میشه ایشالله به کارهای جهانی برسیم. من امروز میخوام از نگاه کوچینگ صحبت کنم. کوچینگ یه علمیه تقریبا جدیده در جهان. یه انجمنی داریم اسم ICF که تا سال 1995 در جهان استارت خورده. 5 آیتم رو در مورد قدرت و اینکه چطوری میتونیم به یک قدرت درون برسیم و آدم قوی باشیم در کارها، راجبش 5 آیتم رو صحبت میکنم. قبلش میخوام یه سوال بپرسم و پاسخ نمیخوام، ولی به درون خودتون برگردید. ذاتاً بشر قدرت رو خیلی دوست داره، بهش علاقه منده. دلایل مختلفی هم واسش وجود داره. ما تلاش میکنیم درس بخونیم، پولدار بشیم، دانشگاه خوب بریم، هر چقدر سعی کنیم باش مبارزه کنیم بگیم نه من علاقه ای به قدرت ندارم، ولی ذاتاً همه این کارها رو میکنیم که قدرتمندتر بشیم. میخوام امروز ازتون بپرسم اگر تمام چیزهایی رو که دارید ازتون بگیرن، هرچی، جایگاه، اعتبار، مدیر یه شرکتی، حساب‌های بانکی، اگر همه اینها رو ازتون بگیرن، شما باز هم از درون احساس قدرت میکنید؟ باز میتونید بگید. مثال‌های متعددی داریم. ما کیوساکی رو شاید خیلیاتون بشناسید. کیوساکی و همسرش بعد از اینکه خیلی اوضاع مالیشون خوب بود و فوق‌العاده بود، با هم تصمیم می‌گیرن صفرش کنن و از اول شروع کنن. ظرف مدت بسیار کوتاهی دوباره به همون جایگاه میرسن. اصل داستان قدرت در یک فاز شروع میشه و اونی که اکثر آدم‌ها برای رسیدن به قدرت دنبال یک فاز بیرونی‌اند، در حالی که شما برای اینکه به قدرت برسید باید از فاز درونی شروع کنید. در مایه که میتونه قدرت رو بسازه. حالا 5 آیتم وجود داره که میتونه اینا کنار هم همپوشانی کنن و از درون شما رو تبدیل به یک آدم قدرتمند کنن. کلمه اول، نقطه. نقطه خود به خود، خود کلمش بار معنایی خیلی قوی داره. یه جمله خیلی معروف هست، میگه که بی سوادهای قرن 21 کسایی نیستن که کامپیوتر و سواد و اینجور چیزا ندارن، همه اینا رو بلدن. کسایی هستن که نمیتونن لرن، آن لرن و ری لرن انجام بدن. یعنی تمام داشته هاشون رو یه نقطه بذارن، بریزن و نابود کنن و از دوباره با اطلاعات جدید وارد بشن. این که بار معنایی خیلی قوی داره. ببینید ما آدم هایی داریم که به دلیل شرایط اجتماعی، ژنتیکی، جایی که متولد میشن و و و لا همه اینا رو اگه در نظر بگیریم، در شرایط شاید خیلی بالا باشن یا پایین. 7 سطح انرژی وجود داره. نکته خیلی جالب اینجاست که شما هر پروژه‌ای تو زندگیتون میخواید شروع کنید، اگر میخواید اون ماکسیموم میزان قدرت قرار بگیرید، باید یک نقطه بذارید و تمام گذشته رو بتونید فراموش کنید. حتما خوندیم آقای دکتر ویلیام گلاسر هم در تئوری انتخاب راجب این زیاد صحبت میکنه. یک نقطه و فقط پردازش با شما. حتی اگر داشته های خوبتون بخواییم استفاده کنیم و اگر این نقطه بذاریم، اجازه نمیدیم که تو اون پروژه 7 سطح انرژیتون آزاد بشه و با قدرت و با تمام سطح انرژی به این بتونیم برسیم. مثال های متعددی هست. من حالا امروز اگر دوید مثال معکوسش رو نمیزنم که از کسایی که خیلی خوب بودن ولی الان اوضاعشون خیلی بده چون نتونستن این مختلف رو بذارن. مثل اینکه جمله قدرتمندیه دیگه. بعضی موقع من دلم خواهی کاری انجام بدم، میگم بگذاشته کار ندارم، دلم میخواد انجامش بدم، نقطه شروع کنم، امتحانش کنیم. حالا من یه آزمایشی هم انجام بدیم، لوکال رو داشت صحبت کنم. این دو نفر رو قاعدتا نفر اولش رو میشناسید، پرسه مصیبت که تا 13 سالگی در ورکانه همدان چوپان بود و یعنی تقریبا در بالاترین سطح قلب جهان قرار داره، به میگن صلح. این چی میکنه؟ نقطه صلح درون میسازه. صلح یه هارمونیه. از چی؟ از اینکه من از چیزی که بودم میگذرم. هم شاید مثال دور ندیده باشید بعضیاتون، اون مثال جالبتریه. این جاستین ترودوه. ایشون یه درون بوده سالهای سال و ایشون نخست وزیر کشور کانادا میشه و دوباره جمعی تماشه همه یک بزرگترین سیاست مداری کانادا. چطور میتونه از اینجا به اون برسه؟ با صلح، با پذیرشه. قدرت یک فاز مخالف کنایه داره که ترس. یکی از فازهایی که ما اجازه نمیده خیلی از چیزهایی که داریم میخواد برسیم ترسه. از چی؟
از تمام آن چیزهایی که در گذشته روی شونه هامون نگه میداریم و هر پروژه‌ای رو که میخوایم شروع کنیم تو زندگیمون اولی برگشت به گذشته میزنیم، میگیم اینا هستا و به اون اجازه نمیده که با قدرت شروع کنیم. نقطه باید گذاشت. من چون وقت اون خیلی کمه از این تحریم میزنم، اگه آخر فرصت شد راجبش صحبت میکنم چیز جالبی. اما ایتم دو فرکانس این دایه اینو میگه جمله عجیبی، یکی از جملاتی که خیلی خیلی تو زندگی من سالها قد تحصیل گذار بود و شاید اشکال خیلی از ما هست. هم میگن که تنگ کن چی میخوای بشی؟ این دایه میگه شما چیزی نمیشید که میخواید، شما همین چیزی میشید که هستید. همین اندیشه، همین تفکر و همین فرکانسی که در حال حاضر دارید. اینو بارها شنیدید، البته قطعا میدونید دیگه خانم پروفسور ایستر هیکس از رجوع جذب خیلی اینجا صحبت میشه تو کشور ما. اصلا میگه اگر قبل از اگر به من میگفتن میخوام خانم فرکانس رو از خانم جذب حذف کنم از فیلم جذب، اصلا خانم پروفسور ایستر هیکس میگه من اصلا صحبت نمیکردم. چون اعتقاد واقعی وجود داره که اصلا قانون اول حاکم بر جهان فرکانسه. شما همراستایی رو از فرکانس دریافت میکنید. شما چیزی نمیشید که میخواید، چیزی میشید که هستید. این چیه؟ این قدرتمنده؟ اصلا مهم نیست ما همین رسیدیم یا نه. این داره یه ایراد وجود داره. اونم اینه که من لذت بردم از صحبت های علی. توی یه قسمت شرکت نگاه های همپوشانی نداریم، سطح بالا سطح پایین داریم. ما به یه آدمی که تمام سطح انرژیش رو آزاد میکنه و میره باشگاه، یه هیکل خوب از دیدگاه خودش میسازه. من نه فنشم، نه اونطوری هیکل خوب، نه اصلا بلدم، نه دوست دارم، شاید هم ببخشید عقده‌شو دارم، نمیتونم، نمیدونم ها. خب اما ما به اون سر بالا نگاه میکنیم، چون من دکترم. این قدرت نیست. هر کس که بتونه ماکسیموم سطح انرژی درونیشو توی یک پروژه آزاد کنه قدرتمنده. حالا تو میتونی اون پروژه رو دوست داشته باشی، من میتونم فن فوتبال نباشم ولی اون آدم میتونه تو اون آزاد کنه. این نگاه رو از بیرون بر میداره و میاره به درون. فرکانس به درون تو دقت میکنه. یک دقیقه کلیپ میخوایم ببینیم. من از فرکانس یه چیز بگم و این یک دقیقه کلیپ رو از زلاتان ابراهیموویچ ببینیم و دیالوگایی که میگه. قدرت یعنی زمانی که هیچ کس به شما اعتقاد نداره شما به خودتون اعتقاد داشته باشید. این یک دقیقه کلیپ و دیالوگای زلاتان رو ببینیم. صداش پخش نمیشه. ولی حالا چون فرصت کنم که من رد میشم، من دارم خودم رو گرد میکنم. این یه پاسخ به همه شکست هست. آره درست، هیچ شکستی اصولا وجود نداره، اما روی هر اتفاقی اگر به این قدرت درونی برسیم که هر چیزی از بیرون شما تکون نمیده مگر فرکانس شما از درون بپذیره و قبول کنه شکست خورده. مادامی که درون شما قبول نکنه چه اتفاق نمیفته. بعد از نقطه همگنی فرکانس درونی میرسیم با ایتم سه، بسیار مهمه، سکوت و آگاهی. ما یا میتونیم حرف بزنیم یا میتونیم عمل کنیم. هر چقدر ساکت تر میزان انرژی بیشتری معطوف عمل میشه و عمله که قدرت رو میسازه. سکوت چی به وجود میاره؟ سکوت آگاهی به وجود میاره. بخواد وقتی شما در خلاء سکوتی قرار میگیرید از درون به نسبت به توانمندی های خودتون آگاه میشید. من میخوام یه گام اینجا فرق‌تر برم براتون، یه دو تا مثال بزنم و یه چیزی بگم.
میدونیم قطعا میدونیم ما البته هنوز ما تو کشورمون هنوز دنبال MBTI ایم ولی خب از اون لول های به شدت بالاتری در جهان به وجود اومده. یکی از مؤسساتی که خیلی در مورد استعداد و توانمندی هاتون میتونید تعریف کنید گلوپه، که به شما مثلا میگه اصلا شما مثلا میگه یادگیری یک استعداده، بعضی دارن بعضی ندارن، گوش شنوا یک استعداده، بعضی دارن بعضی ندارن. چیزی که گلوپ راجبش صحبت میکنه اون کتاب خیلی جالب نو دیسکاور یور استرنث، اونو میتونیم مطالعه کنیم برای استعداد. و اصرار دارم به این که تو اون چیزی که میگی استعداد داری بیشتر به سمتش حرکت کن، زودتر شما رو به سرنظر مقصود میرسونه. من میخوام یه چیز مهم بگم، یک لول بالای گلوب جهت قلب رو باید دنبال کرد. ساکت، سکوت، غریزه و قلب یه جاییه که تپش داره بیشتر از حد عرف و نرمال. شما اگر اون رو بتونید پیدا کنید، اتفاقی که براتون میفته ساده است، شما ماکسیموم سطح انرژیتون آزاد میشه، اون وقت شاینینگ و قدرت واقعی به دست میاد. خیلی مثال ها، من واقعا تا صبح میتونم روی مثال بزنم، برای این دوتا مثال خوبه. این خانم رو ببینید، ایشون کسیه که به خاطر مسئله تنفسی که داشته در پیدا که 25 ساله که ممنوعیت شدید زندگی میکنه، روی جورنال های بسیار زیادی از دلا اسپورت اسپانیا عکس ایشون رفته که تصاویر آدم های مختلفی با پا نقاشی میکنه. قدرت یعنی درون من، نه ظاهری که از بیرون کسی میبینه. اونم که حتما میشناسید، ایشون نویسنده گتسبی بزرگ، یکی از بزرگترین نویسنده های رمان های بزرگ جهان، کسی که 12 سالگی از مدرسه اخراج، ما فقط اینشتین رو میدونیم، 12 سالگی از مدرسه اخراج میشه و شاهکارش اینه که به چه دلیلی عدم یادگیری در هجی و ادبیات، یعنی دقیقا تو چیزی که در هم میدرخشه. یعنی چی؟ یعنی یک لول بالای استعداد قدرت شما رو آزاد میکنه. به صدای قلبتون گوش بدید، فرکانس قلب فقط لحظه ای شنیده میشه که شما در این سکوت بشید. بلاخیر آیتم 4، بذارید خیلی ساده بگم، محال ممکنه یک انسان قدرتمند رو پیدا کنید در جهان که حداقل در یک کار پیوستگی نداشته باشه. امکان نداره، هیچ مثال نقض نداره. من دوباره میخوام برسم به افر، حتی این که میتونیم چیزهای مختلف رو با هم ترکیب کنیم تخصصه و اون پیوستگی داره. حالا من 3 آیتم رو میگم در مورد پیوستگی. پیوستگی ها طولانی مدت نیستن، لطفاً با عدد جادویی 21 شروع کنید. این عدد دیوانوار غوغا میکنه. لطفاً 21 روز تصمیم بگیرید یه کار رو انجام بدید و اگر وسطش کات کردید دوباره 21 روز. 21 روز یک کار پیوسته انجام بدیم. اصولاً وقتی تعداد کار، البته هممون میدونیم که تعداد آدم خیلی زیادی هستن که 100 تا پروژه انجام دادن تو شکست خوردن، ولی یه پروژهشون مورد دیگه، همون یه دونه استار کرده، همون یه دونه خط مشی تو، همون یه دونه چرخه تو رو میسازه، همون یه دونه است که در فرآیند چرخه جهان که گرده بی نهایت قطر وجود داره. یه قطر مال منه، انحصاری، اختصاصی. قدرت چیکار میکنه؟ خط اختصاصی تو رو آزاد میکنه. پس به جای 100 انرژی ها از attention، focus و concentration، یعنی ما قالبمون رو attention گیر کردیم، بالاترین میزان تمرکز روی خودم concentrate. زمانی که شما هیچ صدایی از بیرون نمیشنوید و تمام صداهای درونی شما که شما رو تحریک میکنن. یک مطلب، این در ما زیاد وجود نداره، شاید هم یکم تحقیقات کوچیک انجام دادیم و دیدیم لوکاله. ما در ما ایرانی ها همیشه میخوایم کارهای بزرگ انجام بدیم بدون عبور از پیوستگی. باید برای کارها و جوانه های کوچیک جشن گرفت. اصلا کسی که برای جوانه کوچیک جشن میگه واقعا این که چی؟ شما اون بزرگه رو، اصلا اینه که تبدیل میشه به اون. و اصلا اگر در خیلی از زندگی اون قدرت نهایی آزاد میشه و به اون نمیرسیم، باید اینکه لگد میکنیم اینو، از بینش میبریم. باید یک کار رو حداقل پیوسته انجام بدیم. هممون شما دانشگاه خیلی تاپی درس میکنید، قبول میشین، ولی دقیقا در از روزی که قبول میشین براتون همه چی عادی میشه. یه سوال خیلی مهم پرسیده میشه، خب که چی؟ اینم رسیدم بهش، که چی الان؟
در حالی که یک راه واسه درخشیدن وجود داره، تا حالا صدای قلبتون گوش دادین؟ در حالی که همون جاهایی شما ترکونین در جهان که دیوونه وار به صدای قلبتون گوش دادین. بقیه زندگی غریزه و عادی و خوردن و خوابیدن و کلاس رفتن و کار کردن بوده که برای همه وجود داشت. دیوونه ها زیادن، حتما میشناسینش. جک ما جز 20 فرد پولدار حال حاضر جهان با 25 میلیارد دلار دارایی. من اصلا نمیخوام بگم پول قدرت، اتفاقا من میخوام برعکسش رو بگم. من میخوام بگم این چهار آیتم رو جوش میدونستید؟ فقط پیوستگیه، هیچی جزی نیست. آیتم چهار رو فقط نگاه کنید. اولین باری که KFC وارد کشور چین میشه، 24 نفر میرن مصاحبه میکنن. فقط این رد میشه. این آدم تو همه چی رد شده. وقتی هم تو از نمره ریاضی نمره 1/120 میگیره، اینجا بهش نمیگن نخونده، بهش میگن تو هوشش نداشتی. و الان میگه نماد یکی از آدمهایی که هر اتفاقی افتاده ول نکرده. فقط never switch off. خود به خود همین یک فرمول قدرت میسازه. همین یک کار پیوسته 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 حتما جواب میده. حتی واسه کسی که میگن زدی پیشش پایین. پنجمین آیتم و آخرین آیتم قدرت لخ. تمام آدم‌هایی که بی نهایت عالم قدرتمندی هستن، بلدن وقتی هاشون نگاه میکنی به شرط سهل لخن. من از لخن میخوام در دو فضا استفاده کنم. ما باید مشکلات پوزخند بزنیم. من یاد این جمله بیفتم، در حالی که ما به آدم‌ها رو شرایط میزنیم. مارکز بزرگ، راهیه کارسی از مارکز بزرگ میگه که آدمی حق دارد به دیگران از بالا به پایین نگاه کند، تنها زمانی که قصد دارد دست او را بگیرد. من خیلی کشورهای زیادی رفتم و سمینارهای زیادی شرکت کردم. یادم توی یکی از سمینارهای آنتونی رابینز، یه آدمی که 70 سالش بود پاشد راجع به آرزوهاش صحبت کرد و همه گریه کردن. من متاسفم که بگم اینجا هر کس راجع به آرزوش صحبت کنه پوزخند میکنه. اینجا آدم‌های شبه رو اینجا نم خدا نکرد شبه روشنفکرهای ما از روشنفکر بیشترن. باید ریخت از درون و دوباره ساخت. اونی که دوباره میسازی قدرتمنده. مطمئن باشید کیوساکی بعد از ریختن و دوباره ساختنش تونست مطرح میشه و اتفاق میفته. باید به شرایط لبخند زد حتی اگر هیچی نداشته باشید. اما الان میخوام بدونیم که همه اینها من راجبش خیلی طول میکشه، یک دو دقیقه بیشتر فرصت ندارم، باید تمامش کنم. فقط زمانی لبخند اتفاق میفته که روتین های زندگی بشن اولویت ها. یه آزمایش داره گلوب، خیلی طولانیه ولی بدن نمیاد یه قسمت رو انجام بدید. من ازتون بپرسم اولویت هاتون چیه، ارزش هاتون چیه، 100 تا بنویسید، 10 تا بنویسید، بعد بگم خب زمان بدید بهش. حالا از شما پرسم که روتین های زندگیتون چیه، بنویسید. میخوابیم، با گوشی کار میکنیم، حرف میزنیم، غذا میخوریم. بهتون قول میدم میخوبتون میکنه. شما جزء ارزش های زندگیتون نوشتید مطالعه، ولی حداقل 12 برابرش از موبایلتون استفاده میکنید. اگر میبینید آرامش و قدرت نذاریم، به خاطر اینکه اولویت هامون هیچ ربطی به ارزش هامون نداره، ولی خوب حرف میزنیم. بر همین اتفاق میفته. یک مثال بس. من امروز میخوام حرفم رو یه مثال جمع کنم. من قطعا یک خوب دانشجو شهید بهشتی و شما میدونید. اول 20 ثانیه است. اول 20 ثانیه رو من تا راجعش صحبت کنم. همه این 5 آیتم در یه دونه هست. منم سرجمعونیم. این 1392 امیر همتیان دیستروفی دوشن. شما خیلی هاتون میدونید دیستروفی چیه. من سخنران و همیاره این انجمنم. برای دوشن راه علاجی فعلا در جهان وجود نداره. من وقتی اول امیر همتیان رو از سکوت به لبخند به پیدا کردن صدای قلبش برخلاف نظر مردم و آدم ها کشوندیم. وقتی ازش خواستم با دوربین خداحافظی کنه، میدونیم دیگه دستشو نتونست بیاره بالا حتی. ولی امیر همتیان یک گام بالای گلوب رو رفت و گوش داد. امیر همتیان سنتور میزنه. امیر همتیان نمیدونه چند سال دیگه زنده است و یکی از شاهکارهای کائناته که اون زمان معلوم نمیدونه و این امید، این قدرت نمیدونه چند سال دیگه زنده است، اما سنتور استارت میزنه.
5 سال طول کشید. آره 5 سال طول کشید و سرمایه گذاری کردیم روی کجا؟ روی قلب این آدم. و امروز میخوام با افتخار بهتون بگم نمیدونم این همپوشانی یعنی چی، نمیدونم این همپوشانی خدا امروز میخواد بهم چی بگه، ولی من موهای تنم فکر شد وقتی اینو متوجه شدم. امروز من اینجا و قرار بوده تو این سخنرانی آخرین مثالم امیر همتیان بزنم. و امیر همتیان در سال 1396 با این فرآیند قدرت به جایی رسیده که همین امروز کسی که خجالت میکشید سلام کنه در تالار رودکی تهران امروز روی صحنه میره و جلوی صدها نفر سرپرست گروه دانش سنتور میزنه و سرپرستی هم میکنه. امیدوارم امروز رو که امروزه به فالمیک بگیرم به درون برگردید، به صدای قلبتون گوش بدید. هیچ جایی جذابتر از اونجا نمیتونی خودتون رو پیدا کنید. از شما، از تیم اجرایی ممنونم که